خواجه محمد اصفهانی روزی تصمیم گرفت که با همسر و فرزندانش به مکه برود. خواجه محمد دختر بزرگی داشت که اسمش مولود بود. قرار شد او را برای نگهداری خانه و زندگی با خود نبرد. با فرزندانش مشورت کرد. ما برویم مکه، خواهرتان را چه کار کنیم و چه فکری برای او بکنیم؟ خانم خواجه محمد گفت مولود را به دست قاضی شهر می سپاریم چون او مردی خوب و شایسته است. خواجه محمد قبول کرد. این بود که سفارش دختر را به قاضی گفتند. قاضی هم قبول کرد. خواجه محمد و خانوادهش راهی مکه شدند. پس از مدتی قاضی سفارش های خواجه را به یاد آورد. رفت در بازار مقداری گوشت و میوه خرید و برد در خانه خواجه محمد. در زد. دختر در را گشود. باد چادر دختر را از صورتش بلند کرد. قاضی بی انصاف عاشق دختر شد. مولود هرچه کرد راه ندهد، قاضی به زور داخل حیاط شد. خواست به دختر دست درازی کند که دختر گفت شما مرد پیری هستی که جای پدرم هستی. حالا که دست از سرم بر نمی داری، پس بروی مرا به عقد خود درآور. قاضی قبول کرد. رفتند و قاضی صیغه عقد را جاری کرد. خواست به دختر دست درازی کند که دختر گفت حالا که این طور است و من هم سرت شده ام، برو در آب حوض خود را تمیز کن. قاضی هم قبول کرد. تا قاضی به حوض رفت، دختر به تندی ظرفی دارو درست کرد و کنار حوض آماده ایستاد. قاضی که از حوض بیرون آمد، دختر فوراً دارو را به سر و صورت قاضی ریخت. قاضی دست به صورت خود کشید. دید که موهای صورتش ریخته است. دختر چوبی هم بر مغز قاضی زد که بیهوش شد. بعد هم او را کشان کشان از دروازه بیرون انداخت. پس از چند ساعت قاضی به هوش آمد. خود را پشت دروازه دید. بلند شد و به خانه اش رفت. همسرش پرسید این چه وضعی است؟ قاضی جواب داد امشب گرفتار دوست ها شدم. این طورم کردند. اگر صبح کسی سراغم آمد بگو قاضی مسافرت رفته و تا 40 روز بر نمی گردد. وقتی که موقع آمدن خواجه محمد رسید، قاضی نامه برای خواجه نوشت که ای خواجه، زیارت شما قبول باد. دختر از مکه رفتن شما سوء استفاده کرده و هر شب چند جوان را به خانه می آورد. بعد نامه را به خواجه رساند. خواجه با خواندن نامه تعجب کرد. با پسرانش مشورت کرد. چه کنیم؟ چه نکنیم؟ عاقبت خواجه گفت که این دختر مرده باشد بهتر از تا زنده. پسران هم گفتند تو بزرگ ما هستی، هر چه تو بگویی همان کار را میکنیم. خواجه محمد به پسرانش گفت سوار اسبهایتان بشوید و به خانه بروید و خواهرتان را از بین ببرید و پیراهن او را خونی کرده و برایم بیاورید. پسرها بر اسبهایشان سوار شدند. به اصفهان آمدند. جایی پنهان شدند تا شب به خانه بروند. اما در این مدت با خود فکر کردند ما باید امشب امتحان کنیم که آیا قاضی راست میگوید یا دروغ. در حیاط خانهشان درخت بید بزرگی بود. پسرها شبانه بالای آن درخت رفتند و تا صبح بالای آن درخت ماندند. کسی را ندیدند. برعکس می دیدند که خواهرشان مشغول عبادت و خواندن قرآن است. چند شبی همانطور کشیک دادند ولی کسی را ندیدند. یک شب از درخت پایین آمدند. وارد اتاق شدند. شمشیر درآوردند که خواهر را از بین ببرند. خواهر گفت از من چه گناهی سر زده؟
برادران نامه قاضی را به او نشان دادند. خواهر داستان را برای برادران خود بازگو کرد و گفت: داستان را بگویم بعد مرا بکشید. داستان را گفت. بعد برادران گفتند: جواب پدر را چه کنیم؟ پیراهن خونی تو را از ما خواسته. دختر گفت: برادران، اگر می خواهید گوسفندی را بکشید و پیراهن مرا خونی کنید و برایش ببرید. پسرها همین کار را کردند. دختر بیچاره به بیرون شهر رفت. رفت و رفت تا به جنگلی رسید. مدتها در جنگل سرگشته و حیران بود. چشمه در آن جنگل بود. درخت بزرگی نزدیک آن چشمه بود. دختر بالای آن درخت رفت. از قضا پسر پادشاه مصر به شکار رفته بود. گذرش به آن چشمه افتاد. رفت کنار چشمه که آب بخورد. دید دختری در آب است که مانند ندارد. چنگ انداخت تا دختر را از آب بگیرد. دختر از بالای درخت خندش گرفت. پسر سرش را بالا کرد. فهمید آنچه در آب دیده عکس دختری است که در بالای درخت است. دختر را به شهر برد و به عقد خود درآورد. پس از چند سال خدا به او دو پسر داد که اسم آنها را احمد و محمود گذاشت. روزی بچه ها با هم بازی می کردند. مولود شروع به گریه کرد. پادشاه گفت: چرا گریه می کنی؟ چیزی کم و کست داری؟ گفت: نه. یادم به بچگی خودم افتاد که با برادرانم بازی می کردم. پادشاه پرسید: مگر تو پدر مادر و برادر هم داری؟ گفت: بله. گفت: کجا زندگی می کنند؟ دختر گفت: در اصفهان. شاه برای همسر و فرزندانش بار سفر تدارک دید. بعد وزیر خود را همراه آنها به اصفهان فرستاد. آنها سوار اسب شده و با سپاه زیادی به سوی اصفهان حرکت کردند. در بین راه باد شدیدی وزید. باد چادر مولود را پس زد. وزیر چشمش به صورت مولود افتاد و گرفتار بلا شد. موقع شب به سربازان دستور داد تا چادر همسر شاه را 100 متر دورتر از چادر خودش بزنند. بعد به سربازان گفت: چون شما خستید همه آسوده بخوابید. نگهبانی امشب با من. سربازان قبول کردند. مدتی که از شب گذشت به چادر همسر شاه رفت و گفت: اگر به عقد من در نیایی سر پسرهایت را میبرم. مولود جواب داد: اگر سر خودم را هم ببری قبول نمی کنم. وزیر بی انصاف پسرهای شاه را کشت و گفت: حالا چه میگویی؟ مولود گفت: چاره ای ندارم جز تسلیم شدن. فقط اجازه بده به دستشویی بروم. وزیر اجازه داد، اما پای او را با طنابی بست و سر طناب را به دست خود گرفت که مولود فرار نکند. اما مولود مقداری که راه رفت طناب را از پایش باز کرد و به چوبی بست و خودش فرار کرد. وزیر بعد از مدتی هرچه طناب را کشید طناب نیامد. دنبال طناب رفت، مولود را ندید. فریاد کشید و همراهان خود را خبر کرد که بیایند. بعد با آنها گفت: من خسته بودم، خواب رفتم. راهزنان فرزندان شاه را کشتند و همسرش را هم بردند. تا صبح همه جا را گشتند، اثری از زن شاه نیافتند. وزیر و همراهانش به طرف شهر بازگشتند. وزیر به خدمت شاه رفت و به او گفت: شب هنگام راهزنان پسرانت را کشته و همسرت را بردند. شاه با شنیدن این خبر نمی دانست چه کار کند. عاقبت گفت: دیگر این تاج و تخت چه فایده‌ای برای من دارد؟ با این کار زندگی بر من حرام شد. لباس درویشی پوشید و گفت: از این شهر می روم. وزیر هم گفت: من هم با شما می آیم. در نبود شما این زندگی به درد من نمی خورد. و هر دو علی علی گویان از شهر بیرون رفتند و از این شهر به آن شهر می رفتند.
اما از همسر شاه بشنوید. مولود خانوم مقداری راه رفت. او در جنگل داخل یک غاری شد. از قضا چوپانی در آن نزدیکی گوسفندانش را به چرا برده بود. سگ چوپان که در کنار آن غار بود با دیدن مولود مرتب پارس می کرد. چوپان گمان کرد گرگی در غار رفته است. نزدیک غار رفت. دختری در غار دید. چوپان عاشق آن دختر شد. مولود گفت ای چوپان، خدا مرا برای تو فرستاده. بعد از غار بیرون آمد و گفت اگر با این سر و وضع با تو به ده بیایم، حاکم یا قاضی مرا از تو میگیرند. من پیش گوسفندان میمانم. تو به ده برو و یک دست لباس چوپانی برایم بیار تا بپوشم و با تو به خانه بیایم. چوپان قبول کرد. رفت منزل و یک دست لباس چوپانی برای او آورد. مولود لباس را پوشید و با چوپان به ده رفت. به ده که رسیدن چوپان رفت که گوسفندان را به صاحبانشان تحویل دهد. تا خواست این کار را کند مولود فرار کرد. شب و روز در بیابانها راه رفت تا به شهر اصفهان رسید. چوپان هرچه جستجو کرد مولود را پیدا نکرد. او هم لباس درویشی پوشید و سر به بیابان نهاد. مولود در اصفهان به قهوه خانه رفت و در آنجا شاگرد قهوه چی شد. روزی پدرش که خواجه محمد اصفهانی بود به آنجا رفت. جوان چابک و زیرکی را دید. به او گفت ای جوان، آیا آشپزی هم میدانی؟ جوان که همان مولود بود جواب داد آشپز ماهری هستم. خواجه او را با خود به خانه برد تا برایشان آشپزی کند. مولود که پدر خود را میشناخت با او به خانهش رفت و به کار آشپزی مشغول شد. از آن طرف شاه و وزیر و چوپان به هم برخوردند و هر سه به اصفهان رسیدند و از قضا در همان قهوه خانه ماندند. روزها به گردش و شبها به قهوه خانه می آمدند. روزی مولود برای خرید به بازار رفت. بعد از خرید سری هم به قهوه خانه زد. چون شوهرش، وزیر و چوپان را در آنجا دید، آنها را شناخت و آنها را به خانه دعوت کرد و گفت بروم از آقایم اجازه بگیرم تا امشب به خانه ما بیایید و با هم خوش باشیم. درویش ها هم قبول کردند. مولود دوان دوان به خانه رفت. به خواجه سلام کرد و گفت ای خواجه، سه درویش در قهوه خانه هستند که درویش هایی داستانگو و مؤدب هستند. اگر اجازه بدهی امشب آنها را به خانه دعوت کنیم. خواجه قبول کرد. مولود خوشحال شد. دوباره دوان دوان به قهوه خانه رفت و درویش ها را به خانه آورد و تدارک شام را دید. بعد هم به خواجه گفت که بهتر است قاضی را هم دعوت کنیم. خواجه هم دل او را نشکست و اجازه داد تا قاضی هم بیاید. همه جمع شدند و شام خوردند. پس از صرف شام مولود گفت قصه ای را چند وقت پیش شنیدم. اگر اجازه دهید آن را برایتان تعریف کنم تا هم بخندید و هم گریه کنید. اما یک شرط دارد. داستان را که شروع کردم تا پایان نباید کسی از این در بیرون رود. همه قبول کردند. مولود هم برادرانش را کنار در گذاشت که کسی بیرون نرود. بعد سرگذشت خود را شروع کرد تا به قاضی رسید. قاضی به جلس و ولس افتاد. مولود گفت قرار نشد بین داستان کسی از اتاق خارج شود. قاضی به ناچار نشست. مولود سرگذشت خود را ادامه داد تا آنجا که وزیر بچه های او را کشته بود. وزیر هم مثل قاضی شد. شاه فهمید که این داستان از اوست. شاه و خواجه محمد و فرزندانش شروع به گریه کردند. مولود باز هم داستان را گفت تا به چوپان رسید. چوپان چون آن را شنید و دستی بر سر زد و بیهوش شد. باز هم داستان را ادامه داد تا به شاگردی قهوه خانه رسید و بعد ماندن در خانه خواجه را گفت. بعد گفت آن همسرم، او هم وزیر، آن هم چوپان، شما هم پدر و برادرانم هستید.
برادران قاضی و وزیر را کشتند، چوپان را وزیر شاه کردند و مولود هم با پادشاه و چوپان به طرف مصر حرکت کرد.